سلام به شما دوست عزیز، به کانال جماعت خوش اومدید. امروز اومدم در مورد این پرسش که خود پرسش چیه براتون مطالبی رو جمع‌آوری کردم که امیدوارم خوشتون بیاد. از وقتتون رو نمیگیرم و بریم شروع کنیم. میخوام اولین ویدیو رو با جمله کوتاه وارن بریر شروع کنم. دانستن پاسخ با شما در مدرسه کمک خواهد کرد و دانستن نحو سوال پرسیدن در زندگی. همه میپرسن اما هیچکس نمیداند پرسیدن یعنی چی. زرافه بزرگتر است یا فیل؟ چرا قیافه مردم زشت‌تر شد؟ امروز غذا چی خوردی؟ این جملات نسبتاً مسخره، هیچ وجه اشتراکی نداره جز اینکه همشون نوع پرسشه. یک سری مسائل در زندگی ما هستن که به نظر عادی میاد، مثل خورشید روشنه، اما وقتی از چیستیشون سوال میکنیم مطالب یه مقدار مبهمه. واقعا پرسش چیه؟ ما در حین پرسیدن چی کار میکنیم؟ لنی واتسون روی بیش از 5000 نفر تحقیق کرده و به پاسخی رسیده که با پاسخ فیلسوفان و زبانشناسان متفاوته. آخرین سوالی که پرسیدید چی بوده؟ چند لحظه سعی کنید به خاطر بیارید. شاید در مکالمه با یک دوست یا همکار، شاید از غریبه در یک کافه یا مغازه، شاید جستجویی در گوگل. آیا می توانید به خاطر بیاورید که چه پرسیدید؟ از چه کسی یا چطور اونو پرسیدید؟ باید آوردن آخرین سوالی که پرسیدید شاید سخت‌تر از اونی باشد که به نظر می رسد. همه می پرسن، ولی ما همیشه توجه نمی کنیم که چه زمانی، کجا، از چه کسی یا چه چیزی می پرسیم. و این اصلا هم عجیب نیست. پرسش ها جزئی همیشه حاضر در زندگی روزمره. در سراسر زندگیمون به این کار ادامه میدیم، اغلب بدون توجه به اون که آگاهانه دربارش فکر کنیم. ولی این که نمیتونید به راحتی آخرین سوالی رو که کردید به یاد بیارید تنها به دلیل حضوری دائمی پرسش ها نیست. برای این کار باید مشخص کنید که معنای پرسش واقعا چیه. آیا تایپ کردن چیزی در گوگل واقعا پرسش به حساب میاد؟ اگر پاسخ شما به هر کدام از این پرسش‌ها بله یا خیر محکمه، از چه معیاری برای تصمیم گیری استفاده می‌کنید؟ پرسش واقعاً یعنی چی؟ شاید عجیب باشه که فیلسوفان در طول تاریخ وقت چندان صرف پاسخ دادن به این پرسش نکردند. در واقع افراد اندکی که آن را صراحتاً پرسیدند. سقراط را در نظر بگیرید. طبق شواهد و اطلاعاتی که در اختیار داریم، سقراط مردی بود که زندگی‌اش را وقف پرسیدن کرد. شاید یکی از شناخته شده ترین جملات در فلسفه غرب آن گفته رسول سقراطه که در محاکمه که طی اون دادگاه آتن او را به مرگ محکوم کرد گفت زندگی بدون پرسشگر ارزش زیستن نداره. به نظر میرسه سقراط میخواسته بالاترین فداکاری رو برای دفاع از زندگی سرشار از تحقیق و فلسفی انجام بده، تحقیقی که به روش پرسشگری انجام میشه و اغلب به نام روش سقراطی از اون یاد میکنه. ولی هیچ جا صحبت ها نمیبینیم که سقراط در حال آشکار ساختن ماهیت خود پرسش ها باشه و فقط هم اون نیست. در بخش بزرگی از تاریخ فلسفه توجه ناچیز به ماهیت نقش پرسش ها شده است. تنها در چند دهه اخیره که برخی از فیلسوفان صراحتن این پرسش را مطرح کردن و یا در یافتن پاسخ آن کوشیدن که پرسش یعنی چه؟ اگر چند اثر برگزیده را بخواهیم معرفی کنیم بدین قرار خواهد: منطق پرسش‌ها و پاسخ‌ها، نوشته نوئر بلم و تامس استیل، نحوه و معناشناسی پرسش‌ها، نوشته لاوری کارتونه، معناشناسی جملات استفهامی، نوشته جاناتان گینزبورگ، الگوی تحقیق استفهامی، نوشته جاگو هینتیکا. همانطور که گینزبورگ اشاره می‌کنه، همه کمابیش بر یک چیز تا اتفاق نظر داره، اینکه پرسش یکی از ویژگی‌های گزاره است. ویژگی که مشخص می‌کنه پاسخ‌های جامع باید چی باشه. به عبارت دیگه برای هر پرسشی یک جواب وجود داره و اگر پاسخی وجود نداشته باشه ما اونو سوال به حساب نمی‌میریم. اما آیا کل ماجرا پرسش‌ها به همینجا تموم میشه؟ صرفاً نه. طی یک همایش انجام شده با هدف اینکه فهم شهودی‌تری از چیستی پرسش به دست بیارن که در اون 5500 نفر شرکت کننده وجود داشت، با
و از اونها خواسته شده 10 سناریو را که بر پایه یک روز از زندگی معلمی به نام سارا طراحی شده‌ام بخونم. از شرکت کننده‌ها خواسته میشه تا تصمیم بگیرن آیا پرسشی در هر یک از سناریوها وجود داره یا نه. نتایج پیمایش چیز جالبی درباره فهم روزمره ما از پرسش‌ها آشکار می‌کنه. به ویژه وقتی اون رو با تحلیل فلسفی فیلسوفان منطق و زبان مقایسه کن. اگر دوست داشته باشید در این سناریو شرکت کنید، و یه قسمت کوچیک از اون رو آماده کردم که میتونید جواباتون همین پایین برامون کامنت کنید. مطمئن باشید نظرتون رو پاسخ میدم. سناریو زیر در نظر بگیرید. یکی از همکاران سارا با معلم دیگری درباره درسی راجع به کشورهای جهان صحبت میکنه. در حین بحث سارا متوجه میشه که نمیدونه چه تعداد کشور داره. او که دانستن مطلب برایش جالبه وارد بحث میشه و میگه چند تا کشور داره. همکاراش با ارقام متفاوت پاسخ میدن. آیا پرسشی وجود داشت؟ 95% از شرکت کنندگان تا اینجا گفتن بله پرسشی وجود داشت و تنها 3% گفتن خیر و 2% باقی مانده هم مطمئن نبودن برداشت‌ها تا حد ممکن درسته. سناریو حاوی یک پرسشه. به نظرم این نتیجه ای است که انتظارشو داریم. به نظر نیست این مورد کاملا روشنه، ولی توجه کنید که تا همینجا ما چیز جالبی را از این نتیجه یاد گرفتیم. سارا به رغم تلاشش پاسخی قاطع دریافت نمی کنه، بلکه پاسخهای متفاوتی می گیره. با این حال داوری بسیار از ما اینه که او پرسشی را پرسیده. بنابراین نظر شهودی لزومی ندارد که پرسشی حتما منتهی به پاسخ شود تا آن را پرسشی به حساب بیاوریم. بر این پایه می توان پرسید آیا پرسش ها باید پاسخی درست داشته باشند؟ همین سوال را بسیاری از فیلسوفان درگیر خودش کرده و اینجوری که به نظر میاد پرسش ها و پاسخ ها کاملا از هم جدا هستند و دو مقوله متفاوت ولی به هم مرتبط. به نظرم دلیل خوبی داریم که این نتیجه گیری را جدی بگیریم، به ویژه به این دلیل که داریم مفهومی را تحلیل میکنیم که هم آشناه و هم در سراسر جهان دارن از اون استفاده میکنن. اگر میخوایم چیستی پرسش ها رو بفهمیم، باید به ورای نقش اونا به عنوان بخشی از زبان نظر کنیم و آنها را جزی از شیوه اندیشه و کنش خودمون ببینیم، که یعنی پرسش نوع کنشه. یک پرسش ممکن پاسخ دریافت نکنه، ولی وجودش به عنوان یک پرسش حفظ میشه. ولی هنوز تموم نشده. طی اون همایش از 100 نفر خواسته شد پرسشی که اول به ذهنشون میرسه رو بگن. نتیجه این شد سوال ها متفاوت، مثل اینکه قیمت پنیر چنده و امروز غذا چی خوردن. اما چیز در بین اینها مشترکه. بر پاسخ دادن به این پرسش پیشنهادم اینه که به عنوان نحوه کاربردشون توجه کنیم. پرسش ها چی کار میکنن؟ ما پرسش ها چی کار میکنن؟ قطعا به شیوه مختلفی میتونه به این پرسش ها پاسخ بدیم. ما به دلایل بسیار متفاوتی از پرسش استفاده میکنیم. برای فهمیدن امور، برای برقرار کردن ارتباط، برای نشان دادن این که نگرانیم، برای احضار خودمون، برای معرفی دیگران، برای بحث کردن، برای الهام بخشیدن، برای وارد شدن به گپ‌های مختصر، گاهی فقط برای شنیده شدن. پرسش‌ها به ما کمک می‌کنه تا به همه این اهداف برسیم و خیلی اهداف دیگه، که یعنی پرسش مثل ابزار میمونه که چندین مصرف داره، ولی هر ابزاری یک کارکرد اصلی و معرف هم داره. کریگ تحلیلش از شناخت را با تصور جامعه آغاز میکنه که در آن مفهوم شناخت هنوز وجود نداره و میپرسه که در این صورت چرا چنین جامعه‌ای باید این مفهوم را ایجاد کنه و این مفهوم چه کارکردی میتونه داشته باشه. کریگ میگوید که یک دغدغه اصلی اعضای هر جامعه داشتن اطلاعات دقیقه که به اونا امکان میده در مورد اون چیزی که باید در یک موقعیت مشخص انجام دهند تصمیمات آگاهانه بگیرن. چنان که او میگوید اگر من فکر کنم یک باب دارد مرا تعقیب می کند، تشخیص کسی که این اطلاعات دقیق درباره محل باب داشته باشد مزیت عظیمی برای من خواهد بود. کریگ می گوید بنابراین کارکرد مفهوم شناخت تشخیص دادن افراد مطلع است، کسانی که اطلاعات دقیق دارند و به نحو قابل اعتماد از آن اطلاعات با دیگران در میان می زند. برای تعیین کارکرد پرسش هم نیست میتونیم از پرسش فرضی مشابهی را مطرح کنیم. چرا در جامعه‌ای که در آن هنوز پرسشی وجود نداره پرسش ها ظاهر میشود و چه کارکردی میتونه داشته باشه؟ اگر یکی از دغدغه های اصلی اعضای هر جامعه داشتن اطلاعات دقیق باشه،
آنگاه باید انتظار داشته باشیم که اعضای اون جامعه شیوه کارآمدی برای یافتن اطلاعات ایجاد کنند. یافتن اطلاعات برای موفقیت آن جامعه ضروری خواهد بود. برای مثال دوست فردریک اطلاعاتی درباره محل باب دارد، ولی راهی برای دست یافتن به اطلاعات ندارد. توانایی دستیابی به اطلاعات دقیق و مرتبط برای گرفتن تصمیم‌های درست درباره نحوه کنش ما ضروری. برای یافتن اطلاعات نیازمند نوعی سازوکار است. اینجاست که پرسش کردن با به انجام رساندن دقیقاً همین کار کرد وارد صحنه میشه. پرسش کردن وسیله مهم برای یافتن اطلاعاته که ما برای تصمیم گرفتن درباره نحوه کنش خودمون به اون نیاز داریم. من چطور باید بفهمم ببری که در تعقیبمه کجاست؟ از فردریک میپرسم که آیا اون میتوند ببر رو ببینه؟ توانایی پرسیدن درباره اطلاعات دقیق که به آن نیاز دارم دقیقاً در همان زمانی که به آنها احتیاج دارم به طرز معناداری وقت من برای گرفتن تصمیم‌های درست درباره نحوه کنشم را بهبود می‌دهد. در واقع اگر جامعه پرسش نکنه احتمال اینکه زیان‌های بزرگ ببینه بسیار خواهد. این توضیح پاسخی برای پرسشی است که به سبک گریک مطرح کرد، که یعنی اینکه چرا در جامعه‌ای که در آن هنوز پرسشی وجود نداره پرسش‌ها ظاهر میشه. به زبان ساده کارکرد پرسش یافتن اطلاعات. این نتیجه‌گیری را با نتیجه‌گیری از پیمایش به دست آمده بود ترکیب کنید. خواهید دید که پاسخی برای موضوع این ویدیو می‌رسید. پرسش چیست؟ پرسش عبارت است از کنشی برای یافتن اطلاع. این دستکم پاسخی که من به این سوال می‌دم. این پاسخ با پاسخ در مطالعات فلسفه و منطق به زبان به دست می‌آید فرق دارد و ممکنه با پاسخ شما فرق کند. به هر ترتیب همانطور که دیدیم خود پرسش توجه چندان را در تاریخ فلسفه جلب نکرده، اما این حال پرسش ها بخش مهمی از زندگی روزمره است. آنها ابزارهای ظریف اما ضروری هستند. به هیچ درزی گفتگوها را به هم می دوزند. تحقیقات ما را به پیش می برند و توجه ما را به این و آن جلب می دوزند. اگر می خواهیم نقش ارزشمندی که پرسش ها در زندگی ما ایفا می کنند و بفهمیم و ارتقا بدیم، پرسیدن از چیستی و پرسش گویا نقطه آغاز خوبی خواهد. بابت اینکه ویدیو رو ما رو تا آخر دیدید از شما ممنونم. اگر سوالی دارید حتما برای ما کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید. از شما ممنونم. خدا نگهدار.